حالا آریا اومد. آریا درود آرمین گرامی، خوبی؟ بفرمایید. بله خوب هستین شما؟ مرسی، سلامت باشی. آرمین جان دقت کردی ملت ما چه اصراری دارن، چقدر تئوری های توتئه رو دوست دارن؟ مثلا همین توی یکی از برنامه های گذشتهتون یه یارو اومده بود میگفت که آرمین نوابی فارسی معمولی هم درست نمیتونه صحبت کنه. خب بعد شما میرید برنامه های ایشون رو نگاه میکنید و اینا، بعد از خودش سوال نمیکنه آقا گیریم آرمین نوابی خارجی ها دشمن قسم خورده ایران و ایرانی هم هست، شما بشی صحبتاشو گوش بده ببین آقا شاید درسته، ببین استدلالاشو گوش بده ببین منطقیه یا منطقی نیست. اگر که منطقی بود خب خیر و برکت، اگر منطقی نبود شما گفتگوی زنده داری تشریف بیار بالا تو یوتیوب آقا رد کن استدلالاشو بگو این مشکل داره اون مشکل داره، نه اینکه بیای مثلا یکی رو خواسته باشی اینجوری نقد کنی. یا گیریم همین امید دانا که این دوستمون صحبت میکرد که آقا این حالا مزدور جمهوری اسلامیه، درسته ما خیلی از این آدما داشتیم گیر و خور داشتیم یا نداشتیم، ولی نمیتونیم آرمی همه رو به یه چشم ببینیم، درسته شاید یه جنبه دیگه ای هم داشته باشه، نمیتونیم به قطع یقین بگیم آقا فلانی مزدوره جیره خوره. ببین دو تا معیار دارن متاسفانه بعضیا، یا میگن طرف خوبه یا میگن بده، نمیگن بابا شاید وسطی هم وجود داشته باشه. نظر شما چی آرمی جان؟ دقیقا، فقط چیزی که بگم این فقط مردم ایران نیستن، یعنی این همه جا اینجوریه. یعنی بعضیا من حتی دیدم که میگن که آها مثلا توی کشورهای مثلا غربی مردم خیلی منطقی تر فکر میکنن و تفکر نقادانه رو میشناسن و فلان اینا. من که ندیدم، البته نمیدونم تجربه من که آمار که نمیشه، ولی جوری که یعنی این مشکل این یه مشکلی هست که همه جا اینطوریه، یعنی یه چیزیه که ما همه جا باید باش مبارزه بکنیم. دوست داشته باشم بگن آقا طرف مثلا سام رجبی، آقا ما میدونیم من سام رجبی از برنامه شما شناختم درست، یه سری ارده بودید ورزشکارا رو، فقط هم سام نبود یه دو نفر دیگه هم بودن من اونجا شناختم دوستش داشتم و خوشحال شدم که منتقد جمهوری اسلامیه و ایتیش هم بس از بچه های خودمون و اینا، ولی سام رجبی درسته ما دوستش داریم، جناب عالی هم دوستش داری، دشمنی که باش نداری، ولی آقا اون کارش آره ما هم دوستش داریم، ولی اون کارش اشتباه بوده که به طرز خشونت و حالا به قول تو با اون همه عضله مثلا جلوی اون زنه اینجوری صحبت میکرد، آقا اشتباه بوده، شما باید بپذیری این کار اشتباه بوده، نباید بگی آقا چون یکی داشت میگفت من دیدم تو کامنت و اینا میگفت خب پس شما چه فرقی با جمهوری اسلامی دارید، دارید بچه‌های خودمونو میکوبید، اونا هم دوست دارن شما بکوبید، نه آقا ما داریم میگیم اگه کسی طرف ما هم هست ولی کار اشتباهی میکنه ما میگیم، اینجوری ما اگر نگیم میشیم دیکتاتور مثل جمهوری اسلامی و صدا و سیماشو دیگه، طرفو انقدر میبرن بالا فلان بهمان و اینا، ولی اشتباهاتشو نمیگن ما میگیم. البته ما مثل اونا نمیشیم، خیلی البته اونقدر هم بد نیست که نگیم، ولی خب آره بهتر قبوله، بهتره که نقد بکنیم، ولی اگه نقد نکنیم دیکتاتور نمیشیم، یعنی اونقدر هم ولی نه ولی من حرفتو قبول دارم از این لحاظ که به نظرم نقد از دوست اصلا یک تعریفه، میدونی نقد از دوست یعنی که یک نفر انقدر برای کار تو ارزش قائله که میخواد بیاد به طور دوستانه کار تو نقد بکنه. خب یعنی ببین وقتی یعنی براش مهمه که تو موفق، فکر میکنه که تو داری کار خیلی خوبی میکنی و براش دوست داره که تو اصلا موفق تر از حتی اون چیزی هم که هستی هم بشی. خب حالا میتونه نقدم اشتباه باشه، ولی نقدی هست که از یک جایی داری میاد که داره سعی میکنه مثلا حرکت ما رو گروه ما رو قوی تر بکنه. خب یعنی این باید یه تعریف حساب بشه به نظر من، یعنی دوستی که شما کار یه دوستی داشته باشم من یه دوستی داشته آره این مثاله یه مثال معروفه این. بله بگو من اگه یه دوستی داشته باشم یه کار اشتباهی بکنم به من نگه، این خیلی دوست خیلی خوبی نیست، میدونی من یه دوستی واقعا
دوست حساب میکنم که بیاد کار اشتباه منو به من بگه آرمین این کار اشتباه بود نباید نباید میکردی. صد آفرین به تو. آره این حتی یه مثال قدیمی هم هست توی خود ایران خودم همیشه اینو میگم، دوست اونیه که عیباتو بگه. کاملا درسته. بعد اون صحبت اولم هم که گفتم تئوری توطئه، واسه اینه که مثلا آقا اگه جناب عالی حالا تیتری بزنید تو یوتیوب که آقا نقد مثلا امید دانا، خب زیاد کسی نمیاد فکر کنم مثلا اینو بشنوه نقد تو، ولی اگه بگی امید دانا جیرخور سپاه پاسداران و دشمن نمیدونم قسم خورده براندازان و فلان، اینو میان نگاه کنن. گرفتی؟ یعنی توهم دوست دارن مثلا یکیو با تهمت حالا یا تئوری توطئه و همین کاری که امید دانا میکنه، همه چیو به هم میبافه، یه چیزی تحویل میده. خب میبینیم که چقدر طرفدار داره، ویو میخوره، یا حتی مثلا کسایی هم که باش مخالفن انقدر میان کامنت میدن در صورتی که جوابی هم نمیده اون، یا این کامنت دانراشون و اینا باعث میشه اصلا اون بیشتر دیده بشه. خب من میگم آقا اینو اگه مثلا میبینید با امید دانا مخالفی، حالا درسته میتونید یه کامنت هم بذارید نظرتون رو بگید، ولی نه اینکه بشینید مثلا ویدیوهاشو ببینید و لایکش کنید و فلان و بهم بخوین. چه کاریه؟ شما باعث میشید اون بیشتر دیده بشه. نه نه بعد یه بفرما. من خیلی اینقدر ویوهاش مثلا هزاران نفر هست، من اگه یه نفر بره ببینه تأثیری نداره اونقدر، میدونی؟ خیلی تأثیرش کمه. یه چیز دیگه هم بگم آریا جان، مثلا ببین تو همین مثلا برنامه های که درست میکنم به انگلیسی، خب من میام مثلا اسلام رو نقد میکنم، خب خیلی از این چپی ها میگن که آرمین مثلا راستگرای نجات پرسته، یعنی به جای اینکه بیام مثلا ببینم که نقدم از اسلام چیه، میان میگن که این با اوناست، داره از راستگرها پول میگیره فلان و اینجور چیزا. خب بعد میام میگم که مثلا از ترامپ مثلا نقد برنامه میسازم، از ترامپ نقد میکنم، از مسیحیان توی آمریکا مثلا نقد میکنم، از راستگرایان آمریکا که مثلا ضد کاری ضد زن ضد اونا حرفشون عوض نمیکنن. راستگراها میان میگن که آرمین اصلا به شدت چپگراه، اصلا کاملا شده داستان دیدی این با اونا از دیده که اگه حرفای چپگرایی بزنه بیشتر برنامه‌هاش دیده بیشتر دیده میشه، کلا همه خودشو فروخت به چپگراها، این خائنه، ما فکر کردیم این از ماست ولی دیگه از ما نیست، یعنی اونا هم اینجوری. بی بی سی فارسی هم میگه چیز، جمهوری اسلامی هم میگه بی بی سی فارسی طرفدار براندازا و شاه و ایناست، طرفدارای شاه و اینا هم میگن بی بی سی فارسی آخوندیه. مونده آقا این کدومه؟ سری دوست دارن آدم رو بچسبونن به یه قضیه خاصی آرمی، متاسفانه بعضی ها، نمیگیم همه، بعضی ها سری دوست دارن طرف رو بچسبونن به یه جریان خاصی. پرویز هم مثلا همین الان هم اتفاق افتاد تو لایف چت، پرویز داره میگه حسادت نکنید، امید چهره ملی است. خب من این موندم ما چرا ببین پرویز جان، من اصلا نقد از امید دانا بکنم، اصلا برنامه هام بیشتر دیده میشه تا برنامه های دیگه که دارم میذارم. خب یعنی برنامه من، یعنی حسادت، یعنی حسادت چی؟ حسادت اصلا امید دانا به نفع ماست که ما اصلا بیام مغلطه نشون بدیم. خب یعنی من اگه اصلا به فکر مثلا این نبودم که چی نفع مردم ایرانه یا چی به نفع مثلا جامعه هست یا چی به نفع کلا دنیاست، برای چی اصلا باید حسادت کنم؟ مثلا چه بهتر بود که هزار تا امید دانا بود که ما میامدیم بهونه میشد برای ما کلی برنامه های بیشتر درست میکردیم، کلی میگم یا خب من الان من اصلا این امید دانا که انقدر طرفدار داره، خب من میتونم بیام بگم مغلطه فلان مثلا ایکس ایگرد یا یه چیزی، خب مثلا چند نفر بیان نگاه کنن، یه تعداد کمی. خب ولی همون برنامه رو من میتونم بیام بگم که خب بیاین من مغلطه به شما یاد بدم که نشون بدم امید دانای مغلطه رو استفاده کردم، بیاین مغلطه امید دانا رو بگیریم. یعنی من امید دانا رو میتونم استفاده بکنم که یه مغلطه رو به من یاد بدم و بیننده‌اش تازه بیشتر میشه. خب یعنی حسادت که چی؟ تازه این به نفع ما هست که اصلا بیام یه استفاده همش استفاده هم ازش بکنیم. یعنی ببین اینا این روش حرف زدن، مثلا حسادت نکنید، به خاطر اینکه حرفی برای زدن ندارین، مثلا نمیتونیم بیان بگین که ندارم چرا ما داریم اشتباه میکنیم. چرا مثلا من اگه میگم امید دانا این حرفش اشتباه است، شما جواب ندارین بدین، باید بگین که آها این حتما حسادت داره میکنه. خب حالا یه چیزی، اصلا یه چیزی آریا جان،
بگیم حسادت هم داریم میکنیم. خب خب حسادت بکنیم که بکنیم، حرفم اشتباه یا درست یا غلط، خب حرفم درست یا غلط. ببین همین حرف حتی میتونیم درباره چیز سام رجبی هم بزنیم. خب ببین تو پرویز جان، من مثلا از خود از امیدانا که طرف جمهوری اسلامی نقد کردیم، از سام که طرف ما هستم نقد کردیم. خب تو میتونی بیا بگی که آرمین اصلا از سام حسادت داره میکنه، خب دیده که چقدر همه مثلا سام قهرمان براندازه شده، برای همین آرمین داره از سام نقد میکنه، برای که حسادت داره میکنه. خب این روش حرف جواب میتونین همه چی رو اینجوری نگاه کنین، ولی شما حرفی برای علیه استدلال وقتی نداشته باشین، از این روش ها باید انگیزه یه نفر رو بیاین نقد پیدا کنین، یعنی که باید بیاین حمله شخصی بکنین. این حرف رو ارزش خیلی زیادی هم نداره، البته خودتون رو ممکنه یه مقدار خوشحال بکنه، ولی خب آریا جان بگو. حالا شما حواستان نبود تو چند دقیقه پیش همین دوستمون که من از امیدانا صحبت میکرد و شما جنبه دیگه یه قضیه رو گفتید و گفتید که منبع خاصی داریم برای صحبت تو اینا، ما نمیتونیم همینجوری مثلا یه حالا بستش کنیم امیدو به یه جریان خاصی. خیلی اومدن فکر کردن آقا شما منکر این قضیه شدی که مثلا شاید امیددانا جیره خور رژیم اسلامی باشه و همون مدتی که زندان رفته حالا سپاه توی یه شرایطی گذاشتهش که اومده اینجا مثلا طرفداریشون رو میکنه و خواسته مثلا چند نفر رو کامیونیتی دور خودش رو جمع کنه براشون. شما منکر این شدی اینا، ولی نه آقا منکر شد جنابالی نشدی، شما داری یه قضیه دیگر رو میگی، یه جنبه دیگه داستان رو میگی و سریع میخوان برداشت کنن، سریع میخوان یه نتیجه گیری بکنن از صحبتات و کار درست هم جناب عالی کردی. به نظر من نمیتونیم ما همین جوری آره نمیتونیم ما همین جوری مثلا سر حالا یه صحبتی که فلانی کرده بگیم آره 100% قطع یقین امیددانی وصله به یه جریانی. حالا آره. باشه یا نباشه ببین خیلی آره. ببین من اصلا برام خیلی مهم نیست انگیزه یه نفر چیه. خب اگه مگه اینکه بخواین شما دارید کاراشو نقد میکنید. دقیقاً یه چیز دیگه میگم آره جان، من اگه من باید حواسم باشه که مغلطه نکنم. خب یه مغلطه هست، اساس اسم خود مغلطش مغلطه است. خب من وقتی مثلا یه استدلال میکنم و یه نفر میاد منو نقد میکنه ولی نقدش مغلطه داره، معنیش این نیست که حرف من درسته. خب معنیش اینه که این شخص نتونست درست نشون بده که اشتباه من کجا بوده. خب مثلا اگه من بیام بگم که مثلا من فرض کنم بیام بگم که سام این کاری که کرد مثلا اشتباه بود، خب یه نفر بیاد بگه که آره. خب جمهوری اسلامی که خیلی بدتره. خب این میشه مغلطه پس این چه ایزم. خب یا واده بعدوزم. خب ولی من میگم خب این نقد شما از استدلال من غلط بود، شما یه مغلطه کردید، ولی معنیش نیست که پس استدلال من چون کسی نتونست علیه استدلال من یه جواب خوب بیاره، یه نقد خوب بکنه، پس استدلال من درسته. شد داستان اون بسیجیه که آوردی بودیدش زمان خانم ترمه و اینا که شما تا یه خورده از ستمای جمهوری اسلامی اینا صحبت میکردی، اونم میگو آمریکا هم توی مینیاپولیس فلان کار رو کرده، آمریکا هم فلان کار رو کرده. دقیقا اون شد اون مغلطه دیگه. بله دقیقا آمریکا هم این بله. بعد خواستم بگم آرمین بهتر نیست توی گفتگوهای حال لایوتون یه چند تا موضوع مشخص گفته بشه تا زیاد به موضوعای حاشیه‌ای نریم و یه خورده از وقت درست تر استفاده بشه توی این لایو. خب ما برنامه هفتگی داریم دیگه که موضوع مشخص داره. من دوست دارم این لایوی که اسمش رو گذاشتم به گفتگو با آرمین، برای این کار کردم که موضوع بحث و بیننده ها تعیین کنه. خب یعنی بعد هر کدوم از اینا افشین زحمت میکشه اینا رو کلیپ میکنه و اون موضوعی که یه نفر اومده بالا انتخاب کرده میشه عنوان موضوع اون بحث. میدونی از میشه یعنی هر موقع یکی میاد بالا. آخه موضوع های مشخصتون من دیدم با مردم نیست، مثلا من نمیتونم بیام نظرم رو بگم توی لایف، حالا یه فرد مشخص میارید باش صحبت میکنید. من گفتم حالا یه طوری باشه که مردم هم بتونن بیان نظرشون رو بگن در مورد اون موضوع.
خب ولی توی همین... گفتگوهای آزادم میتونن بگن، میتونن بگن بلد. ولی بحثا خیلی زیاد حاشیه‌ای میشه، مثلا از امید دانا مثلا میریم سر سامرسان میریم این بر، خیلی زیاد قاطی میشه. من میگم یه دو سه تا موضوع مشخص باشه، حالا اون آزادم باشه مشکلی نداره، ولی یه چند تا موضوع مشخص هم باشه. خیلی هم من دیدم اومدن بالا نمیدونستن در مورد چی صحبت کنن، همینجوری اومدن بالا حالا یه چیزی پیش اومده صحبت کردن در موردش. من میگم کنار این یه چند تا موضوع مشخص هم باشه. آره ببین آخه ببین این چجوری حاشیه نمیشه وقتی که اصلا عنوانی ما نداریم که بخواد حاشیه بشه از اون عنوان اصلی. میدونی ازم چه ما میخوام این مقدار همین دوستمون بود بحث منطقی میکرد، فکر کنم قبل از این بحث امید دانا بود بحث چیزو میکرد که علم سوری و غیر سوری و اینا خیلی من... طولانی شد و من استفاده جان... کردم ولی از اون من خوشم اومد. خب آره خوب بود، من نمیگم بد بود، خوب بود، ولی برای خیلی ها فکر میکنم من اینجور حس کردم که یه خورده حوصله‌اش رو سر میره، یعنی شاید خب... هم باعث بشه مثلا برای... خب آریا جان ما برای همین اینا رو تیکه تیکه میکنیم جدا میذاریم که یه کسی مثلا بعد هر کدومش اسم میگیره. خب اون موقع دیگه تو حاشیه نمیره، وقتی این ویدیوها رو کلیپ میکنیم دیگه کسای دیگه که نمیخوان لایو اینجا ما رو نگاه کنن بعدا میتونن بگه خب این درباره منطقه سوری بود من اینو نگاه نمیکنم، بعد میرن ای مثلا فلان یه کسی اومده داره یه ادعاهایی درباره مثلا امیدانا میکنه میگه من اینو میخوام نگاه کنم. خب یعنی دیگه برای همین بعد جدا جدا میکنیم اینا رو اسم میذاریم دیگه توی اون برنامه مثلا 20 دقیقه یا 10 دقیقه که جدا جدا کردیم دیگه چیزی تو حاشیه نمیره دیگه. یه مقدارم میخوایم یه مقدارم آره این کارو داریم میکنه، البته افشین داره زحمت میکشه این کارو میکنه. یه مقدارم بالاخره ما میگیم جمهوری بی خدایان، میخوایم این کلمه جمهوری توش بی معنی نباشه، برای همین این گفتگوی گذاشتیم برای اینه که مثلا هر کسی که لاخر میاد بالا یک موضوعی خودش در تعیین کرده و داریم کار میکنیم که بیننده هامون خودشون بتونن این کلیپ هایی رو که ما میذاریم بیرون دارن به این شکل موضوعشون خودشون تایید میکنن. برای فلسفه یعنی دلیل این کار اینه. بسیار عالی. آره. بزنم به تخت کار تو خیلی قوی شده، روز به روز داری پیشرفت میکنی نسبت به گذشته، خیلی عالی شده و همینجوری داره فراگیر میشه و با قدرت ادامه بدید. عالیه کار تو، عالی. مرسی مرسی آیا، ممنون واقعا. قربونشو از روحی از این چیزا تأثیر داره رو ما. خب ممنون از لطف داری. من از همون اول سابسکرایبتون بودم، واقعا لذت میبرم از طرز صحبتتون و موضوعاتتون و این آرامشی که داری با مخاطب، حتی اگه نظرش مخالف تو بود با این آرامش میدی جلو و توضیح میدی، واقعا آدم لذت میبره. مرسی از هم. ممنون آریا جان، واقعا ممنون. مینیست من برم پایین اگه دوست دیگه هست بیاد بالا. باشه. نه من دیگه باید دو ساعت موندیم دیگه، باید برم دیگه. از من یه خدافظی. خوشحال شدم از صحبت باهات. پایدار باشی، خدا نگهدار. فعلا خدافظ. البته من بعضی موقع آرامشمو نمیتونم حفظ کنم، ولی باید بعضی موقع هیجانی میشم. من یه چیزی که حواسم باید بیشتر باشه اینه که من وقتی کسی که تو گروهمون نیست خیلی کمتر حواسم هست که رعایت بکنم، هیجانی نشم. یعنی ببین وقتی که من بی خدا هستم، وقتی با یه مسلمون صحبت میکنم درباره اسلام، بیشتر حواسم هست که مثلا آروم صحبت کنم که ایشون احساس دشمنی نکنه که حرف ما رو بتونه گوش کنه. خب کسایی که از لحاظ عقیدتی با ما مخالفن، نمیدونم، به طور تمرین بیشتر کردم که حواسم باشه که سعی کنم خیلی مراقب باشم که احساس دشمنی نکنم، برای که هرچی احساس دشمنی کمتر باشه حرفای همدیگر رو بیشتر گوش میکنیم. خب ولی این کار رو با خودیا کمتر دیدم که کمتر با کسایی که دوستم باهاشون، با کسایی که تو گروهمون هستن یا کسایی که با همون هم نظر هستن، وقتی با اونا صحبت میکنن خیلی حواسم نیست که این کار رو با اونا نکنم، یعنی آرامشم رو کنترل نمیکنم. اینو باید فکر کنم برای این آرامشم رو کنترل نمیکنم، برای اینکه با خودم میگم خب دوست من دیگه، خودی من، اینکه ناراحت که نمیشن. خب اینکه ناراحت نمیشن، اون با من دوستن. خب
ولی بعضی موقع ناراحت میشم. بیشتر باید حواسم باشه چون خیلی بی خود اعتماد دارم که دوستم دیگه، دیگه ناراحت میتونم روک و راست باش صحبت کنم، دوستم چرا آرامش، چرا با آرامش باش صحبت کنم. خب ولی یه مشکلم که هست، بذاری من به جایی که مسئولیت قبول کنم بذارم تو گردن بقیه. این مشکل تعارفه. خب فرهنگ ایرانی ناراحت که میشه دوسته بهت نمیگه، خب بهت نمیگه، خب منم نمیفهم. این تعارفی که داریم تو فرهنگ ایرانی باعث میشه که من کمتر یاد بگیرم که دوستمو ناراحت کردم. خب ببین من مسئولیت نمیپذیرم. نه این چیزی که خودم باید قبول، خودم درست کنم. باید حواسم باشه که دوستامو کمتر ناراحت کنم، از نحوه حرف زدنم تونمو باید بیشتر مراقب باشم. هم با دوستام همینجوری صحبت میکنم که با کسایی که مخالف یعنی کسایی که تو گروه دیگه هستن باهاشون همینجوری صحبت کنم. آره اینا قاسم هم داره میگه همیشه هم انقدر آرمین آرامش نداره. درست. به این بعضی موقع هم آرامش ندارم، ولی سعی میکنم حتی آرامش یه جوری صحبت کنم که نشون بده که هیجانی هم اگه دارم صحبت میکنم باید حواسم باشه که با دوست یعنی دشمنی نیست. خب یعنی ممکنه هیجانی بشه ولی بعد یه جوکی یه چیزی بگم به خودم یه ذره مسخره کنم از کسی که دارم، یعنی تا دیدم که مثلا به نظر میرسه که طرف ناراحت شده یه تعریفی ازش بکنم، یه معذرت خواهی بکنم، یا ببخشید البته من هیجانی شدم، شما ناراحت نشین، شما در این مورد دارین درست میگین. یعنی حتی اگه حواست هم نباشه یه مقدار آرامشو دست بدی بعدش میتونی یه مقدار درستش کنی، یه مقدار بگی البته این حرف من میتونه اشتباه باشه، البته شما هم درست در این موضوع دارین درست میگین، البته خب این حرف شما هم درسته، ممکنه من از این لحاظ یعنی یه حرفای یه ذره میشه این کارو کرد اگه یه موقع حواست نبوده یه چیزی گفتی که نباید میگفتی. ولی فعلا من یه چیز دیگه هم بگم سریع قبل از اینکه بریم، این مهمه. کانال ما رو اگه نگاه بکنید، صفحه اول کانال ما رو اگه برین، من کسایی که میگن This book is meant to provide to the point and easy to one دیگه، من به شما کسایی که واقعا بلد نیستن من دیگه نشون بدم. ببینید من اتفاقا یه برنامه گذاشتم تو ساعت‌های مختلف، ببین صفحه اصلی کانال جمهوری بیخدایان رو اگه برین قشنگ نشون میده که کی لایو هست، و یه لایو دیگه هم من اتفاقا اگه شما برین نگاه کنین الان گذاشتم، ساعتیه اون ساعتیه که الان خیلی خوابن و نمیتونن بیان، اما ساعتی که مهمون میذاریم من اون ساعت هم دیگه دارم برنامه گفتگو با آرمین میذارم. خب یعنی که موقعی که بیشتر تو ایران بیدار هستن، یعنی من از این به بعد هفته ای 3 تا برنامه داریم، یکیش با مهمونه، 2 تاش با گفتگو با آرمینه، یه گفتگو با آرمینش این ساعته، یه گفتگو با آرمینش اون همون ساعتیه که مهمون میاریم. خب یعنی دارم هفته ای 3 تا لایو میذارم دیگه، نگین که این ساعتش خوب نیست. خب فعلا تا برنامه دیگه که فکر کنم تا 2 روز دیگه باشه، 2 روز دیگه است، بله 2 روز دیگه یه گفتگوی آرمین دیگه داریم توی اون ساعت. تا اون موقع ابلیس حافظ همه شما.